شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی درود بر شما سهلا نوربخش هستم و در جمعه دیگه از طریق رسانه آینه و در یکی دیگه از برنامه های از ریشه تا مرهم در کنار شما عزیزم امیدوارم خوب باشید امیدوارم سالم باشید امیدوارم در سلامت جسم و روح به سر ببرید خیلی مهمه که ما این سلامت روح رو یه مقداری بهش بیشتر فکر کنید خیلی از ناراحتی های جسمی ما قبول کنید از من که میتونه ریشه ی روحی روانی داشته باشه وقتی میگم روحی روانی نه اینی که خدای نکرده بیماری های مثلا فرض بگیرید مثل اسکیزوفرنیک داریم یا اسکیزوفرنیا داریم یا یا اینکه سایکاتیکی <تص> بیشتر از نظر احساسی بیشتر از نظر اینه که روح ما تحت تاثیر مشکلات زندگی مسائل زندگی آن چیزهایی که باش هر روز درگیر بودیم متأثر شده یک تاثیرات خاص عاطفی پیدا کرده که چون بهش نمیدونیم باید برسیم یا اصلا حسش نمی کنیم یا اصلا نمی دونیم که وجود داره یا نداره یا اصلا باید باش چیکار کار بکنیم نهایتا خودش رو در وجود ما در بدن ما در فیزیک ما متجلی می کنه و ما رو دچار یک سری از ناهنجاری های فیزیکی می کنه. اینی که من آرزو می کنم شما در صحت کامل فیزیکی و روحی باشید برای اینکه این دوتا به هم مربوط. ما نمیتونیم فکر کنیم که جسم روحی ما در یه بدن دیگه است جسم روحی روانی ما در یه بدن دیگه است به جسم فیزیکی ما توی بدن این دوتا هر دو یه جان و هر دو با هم شدیدن در ارتباطن دقیقا در ارتباطن با هم زندگی میکنن حالا اگر ما به عنوان یک انسان واقف هستیم از اینی که احساس داریم و میتونیم این رو در فیزیکمون حس بکنیم تجلیات احساسیمون رو حس بکنیم قدرت این رو احتمالاً پیدا خواهیم کرد یا داریم که بتونیم اون احساسات رو یه جوری جمعش بکنیم کمکش بکنیم بهش رسیدگی بکنیم اما از اون وقتی که ما اصلا بیخبریم از اون جسم لطیف بسیار ظریف احساسی که در وجود ماست اون جسم ظریف احساسی که در حقیقت تعیین کننده بسیاری از ناهنجاری های فیزیکی ما میتونه باشه و زندگی ما رو داره در حقیقت هدایت میکنه رسیدگی به این نوع ریزکاری های وجودیمون نگاه به اینی که من از نظر احساسی، من از نظر روانی، من از نظر روحی الان کجا هستم و چه تحولی در من در جریانه چه اتفاقی داره توی من میفته این احساس داره با من چه کار میکنه آیا میبینمش؟ آیا حسش میکنم؟ آیا قبول دارم که انسانی هستم که بسیار بسیار ظریفم لطیفم ممکنه قدم مثلا فرض بگیرید بیشتر از یک متر و هشتاد و غیره باشه بالای 6 فوت مثلا قدم باشه و فرض بگیرید وزنم بالای 270 پوند یا اگه بخوام به کیلو اینو بگم شاید مثلا یه چیزی نزدیک بیشتر از 150 کیلو باشم فرزن باز دلیل نمیشه که اگر از نظر جسمی قد بلند و قوی هیکل به نظر میام اون ازولات ظریف احساسی من هم به همون قویه که اگه باشه چقدر عالیه چقدر زیباست ولی متاسفم که این رو به اطلاعتون برسونم که خیلی وقتا خیلی وقتا ما اون در حقیقت زرافت روح روانمون رو کاملا فراموش کردیم و نمی بینیم و فقط و فقط به ظاهرمون و اون جسم فیزیکیمون و اونی که مثلا فرض بگیرید از نظر قد چه جوری باشیم یا از نظر عضلات به چه شکلی باشیم اونها رو قوی و محکم و بزرگ بکنیم به اونها فقط فکر میکنیم بدون اینکه بدونیم جسم روحی روانی ما چقدر میتونه حتی برای ما مهمتر عمدهتر اساسیتر از عضلات فیزیکیمون باشه با این مقدمه میخوام این رو خدمتتون بگم که در برنامه های گوناگونی که ما از طریق این شبکه تحت عنوان برنامه از ریشه تا مرهم خدمتون تقدیم میکنیم هدفمون اینه که اون جسم احساسیمون رو بیشتر بشناسیم هدفمون اینه که اون جسم احساسی رو بهش اعتبار بیشتری بدیم اهمیت بیشتری بدیم و سعی بکنیم که یه مقداری به دادش برسیم چون متاسفم که اینجوری خدمتتون بگم که در اکثر مواقع ما این رو یاد نگرفتیم اونایی هم که قرار بوده به ما این درس ها رو بدن پدر مادرامون کسانی که به هر حال توی زمانی که ما طفلی بیش نبودیم خوب بوده ما رو از آب و گل در بیارن اونا هم نمیدونستن گناه کسی هم نیست ولی امروز که ما رسیدیم به جایی که داریم اون زندگی بزرگ سالیمون رو میگذرونیم و بالا پایینی های زندگیمون رو حس میکنیم و خیلی وقتا ناامیدیم خیلی وقتا سردرگمیم خیلی وقتا نمیدونیم چرا راهمون به یک مسیر عادیتر راحتتر سالمتر هدایت نمیشه به خاطر اینه که یادمون رفته دنیای احساسی ما الان کجاست و داره چجوری این زندگی رو با ما طی میکنه خیلی وقتا در رو به روی اون احساسات به کل بستیم برای اینکه یه زمانی قرار بوده این اتفاق در زندگی ما به این شکل بیفته زمانی که بچه بودیم زمانی که هنوز در کنار کسانی بزرگ می شدیم که اونها هم دسترسی به احساسات واقعی خودشون نداشتن و بیشتر روی اکسال هایی که ازشون بیرون می اومد که بسیار هم ناخداگاه بود ما رو رشد دادن ما بزرگ شدیم تو اون فضا و الان که به این دنیای بزرگسالی رسیدیم زوایای اون اتفاقات اون عکس هایی که بین ما به عنوان یک طفل و والدی که ما رو به هر حال به اینجا رسوند به هر شکلی که بود اتفاقاتی که تو اون زمان برامون افتاده امروز تعیین کننده حال امروزمونه آیا حال امروزمون رو میخوایم تشخیص بدیم بفهمیم درکش کنیم و کمکش کنیم که تغییر کنه خدمتون میخوام بگم حال امروز ما حالیه که با رسیدگی بهش امکان تغییرش هست با رسیدگی بهش امکان بهتر شدنش هست امکان در حقیقت سالمتر شدنش هست به اون حال برسید من چند هفته ای که دارم در رابطه با تعلق و اهمیت تعلق تو رابطه با بچه ها صحبت میکنم و ظرف چند هفته گذشته در رابطه با تعلق و زندگی بزرگسالی صحبت کردم امروز میخوام در ادامه صحبتم به یک نوع دیگر از تعلق ناامن در بزرگسالی اشاره بکنم که در کودکی در دوران بچگی اسمش بود Anxious Avoidant Attachment Pattern که ترجمه فارسیش تعلق ناامن به صورت عدم اعتماد و نیاز به اجتناب از نزدیکی گفته شد که وقتی ما رو به سن بزرگسالی سالی میرسونه یا میرسیم این تعلق آروم آروم در ما ادامه پیدا میکنه و در زندگی روزمره بزرگ سالی من نقش پیدا میکنه ما اون رو در بزرگسالی تحت عنوان تعلق به صورت دوری جستن یا دیسمیسینگ یا دیسمیسیو اتچمنت پترن میشناسید اینا لغت های به قول معروف انگلیسیشه که من سعی کردم با کمک گرفتن از کسان دیگری که تو این فیلد ها تو این اموری مقداری تخصص دارن مترادف فارسیش رو پیدا کنم اگر که احتمالا مترادف فارسیش خیلی به دلتون نمیشینه با همون کلمات انگلیسیش میتونید متوجه بشید که من دارم راجع به چه نوع آتش صحبت میکنم گفتیم تعلق ناامن به این شکل در حقیقت توی همچین موقعی والد به طور مکرر برای تف وجود نداشته و اجتناب میکرده از بچه احساساتش رو درک نمیکرده و یه جورایی کودک نمیتونسته به والدش تکیه بکنه و اون نزدیکی رو نتونسته با اون در حقیقت در خودش ایجاد بکنه و اون رو پرورش بده حالتی که براشون به وجود میاد اینه که این عدم نزدیکی سالم و نیاز عمیق بچه برای نزدیکتر شدن به والد اون دوگانگی خاص رو درش ایجاد میکنه این اون موقع است که بچه یاد میگیره احساساتی که اون زمان داره حالا ترس عصبانیت دلشوره است افسردگی سدنسه، تنهایی یا هر احساس دیگه ای که بچه تو اون زمان داره که والد قادر نیست اونها رو درک بکنه بچه خوب بود اونها رو سپرس بکنه اونها رو در حقیقت دینای بکنه انکار بکنه یه جورایی نادیده بگیره خفه بکنه تا اینکه بلکه بتونه اون قدم های کوچکی رو هم که در اختیارش گذاشته شده برای نزدیک شدن به والد طی بکنه نیاز رسیدن به والد نیاز در حقیقت نزدیکتر شدن به والد برای بچه تا این حد مهمه برای همینه که وقتی یه همچین اتفاقاتی میفته در بزرگسالی ما کاملا دیتچیم از اون احساس واقعیمون دوریم از اون احساس واقعیمون برای اینکه خوب بوده یه زمانی خفه کنیم خب حالا رسیدیم به بزرگسالی با یک همچین برنامه هایی با یک همچین خاطراتی از نظر تعلق با والدمون الان تو زندگیمون چه اتفاقی میفته میخوایم بهش به نشانه ها و علائم در بزرگسالی اشاره بکنیم خدمتتون بگم که تعلق نام و اجتناب از نزدیکی در کودکان که در بزرگسالی ما اون رو میبینیم تبدیل همونجوری که خدمت گفتم تبدیل به نوعی اتچمنت به اسم دیسمیسینگ اور دیسمیسیو که در حقیقت به معنی دوری جستن و جدایی به عبارت دیگه به زبان روانشناسی بچه که دچار تعلق ناامن و اجتناب از نزدیکی بودن در بزرگسالی تبدیل به آدمایی میشن که از نزدیکی و نزدیک شدن و در حقیقت یکی شدن با کسی دیگری بسیار اجتناب میکنن دیوار دارن من مطمئنم شما اگر که توی روابطی بودید اگر خودتون همچین حالتی داشتید و یا اینکه با کسان دیگری توی همچین روابطی بودید اگر خودتون بودید حس کردید که نمیتونید نزدیک بشید یا نمیخواید نزدیک بشید تا یه حدی میرید بعد دیگه جلو نمیرید ولی اگر با کسی شبیه یک همچین انسانی شما روبرو بودید میبینید که این انسان انگار دیوار داره. انگار یه جاهایی صدهای بین شما دو نفر ایجاد. دیوار داره. این زم... کلمه دیوار به نظر من خیلی توجیه کننده است. نمیتونیم به این آدم ها نزدیک بشیم. یه فاصله هایی رو همیشه باید حس بکنیم. یکی از جاهایی که من خیلی می میبینم تو آدم هایی که این حالت رو دارن اینه که نمیتونن لزوما آی کانتکت داشته باشن یعنی تو چشم آدم نگاه بکنن البته بازم خدمتتون بگم این مسئله آی کانتکت توی فرهنگ ما یه مقداری هم به شکل شاید ناجوری معرفی شده که انگار اگه یکی تو تخم چشم یکی دیگه نگاه کنه آدم بی‌تربیتی حالا امیدوارم این از بین رفته باشه ولی خیلی دیده برای همین کسانی که به این مسائل مشکلات مبتلا هستند، این گونه ناراحتی رو توشون میبینیم پدر مادرایی که قدرت نزدیکی به بچه هاشون نداشتن و بسیار خشک بودن یا نسبت به شنیدن احساس بچهشون بی و غیر قابل دسترس بودن و همچنین مرتب بچه هاشون رو تشویق میگردن که مستقل باشن رو پا خودشون باشن همه کاراشون رو خودشون بکنن خدمتتون بگم از عهده همه جور مسائل زندگیشون خودشون بر بیان این حالت رو در بچه ها تشویق میکنن در بزرگسالی این ویژگی های شخصیتی تو این افراد که بسیار مستقل خودکفار رو پای خودشون ایستاده بیرون میاد از یه طرف به خاطر اون فرهنگی که ما متاسفانه توی دوران تمدن و حال دوران ماشینی شدن داریم که همه خوب مستقل باشیم همه خوب همه کار خودمون انجام بدیم اون وابستگی ها اون نزدیکی ها اون میدونید نزدیک شدن ها توی این زندگی ماشینی به این رفته این حالت هم کمک میکنه برای این نوع تعلق در بزرگسالی چون اون حالت اجتناب در این انسان ها هست و اون اجتناب تعریف میشه به استقلال تعریف میشه به متکی به خود بودن تعریف میشه به اینی که به هیچ کس این فرد احتیاج نداره این من بعد یه جوری یه خورده بازم راجبش صحبت بکنم به این شکل که ببینید استقلال خوب چیزیه ولی نزدیکی و نزدیک شدن و نیاز داشتن به وجود یک آدم دیگه در کنارمون هم خیلی خوب چیزیه این حالتی که ما فقط یاد گرفتیم خودمون با خودمون همه کار انجام بدیم همه کاره باشیم به هیچ کس هیچ وقت رو نندازیم از هیچ وقت هیچ کس هیچی نخواهیم اگر راستشو بخواید از نظر علم روانشناسی ایراد داره مستقل هستیم خوبه که رو بتونیم انجام بدیم ولی در این حال خوبه که بتونیم قلبمون رو دلمون رو به انسان دیگه هم باز کنیم و از اونها هم بخوایم در کنارمون باشن نه اینکه فقط یه ای دیوار بزرگ دور خودمون بچینیم و پشت اون دیوار به زندگی تنهایی بپردازیم این آدما در بسیاری از موارد بسیار خوشحال و راضی از اون چیزی که هستن خیلی به نظر با اعتماد و متکی به خود میان خیلی وقتا در حقیقت هر, کسی نگاهشون میکنه میگن عجب آدم های مستقل و متکی به خودی هن. اما آیا این گونه اتکا با اتکایی که یه نفری اتکایی به نفس خدمتتون دارم میگم با اتکایی که یه نفری به پناه و پشتیبانی تعلق امن در خودش ایجاد کرده یکیه مطمئنا جواب نه تفاوتش اینجاست که اون شخصی که اتکا و مستقل بودن به کمک داشتن تعلق امن داره قدرت بیان احساسشو داره میتونه راجبش حرف بزنه میتونه راجبش خود نمایی بکنه و مطرح بکنه و قدرت اینو داره که احساس آدم های دیگر هم درک بکنه ولی انسان هایی که این چنین مستقل هستند از یک همچین ذابطه ای از یک همچین هنری میخوام بگم متاسفانه دورم و قدرتش رو ندارم اگر اجازه بدید بریم یک کلیپ کوتاهی رو نگاه بکنیم از School of Life این رو با هم نگاه میکنیم و امیدوارم براتون باز یک مقداری آشنایی بیشتر به این مسئله بده و من برمیگردم خدمتتون عزیزان در ادامه صحبتم در رابطه با این نوع تعلق در بزرگسالی با ما باشید خب دوستان برگشتم خدمتتون در ادامه صحبتم در رابطه با شکل و فرمی که بزرگسالانی که دچار تعلق از نوع اجتناب و دوری جستن در کودکی هستند و در بزرگسالی اون رو به اسم dismissing or dismissive که باز هم همون دوری جستنه میشناسیم میخوام اشاره کنم به اینه که چگونه در روابطشون اینا عمل میکنم خیلی ساده است اینا رو اگه بخوایم واقعا نگاه بکنیم میبینیم به دلیل همون اجتناب اولیه تو زندگی در بزرگسالی اینها قدرت نزدیک شدن رو ندارن در نتیجه روابط سطحی با آدم ها دارن هم همون اینو میدونیم که برای یک رابطه عمیق داشتن باید قدرت رو داشته باشیم که احساسمون رو خودمون رو بیرون بیاریم نه اینکه پشت یه دیواری قایم باشیم نه اینکه سطحی توی روابط زندگی بخوایم بکنیم باید بتونیم حس بکنیم رابطه رو حس بکنیم خودمون رو حس بکنیم شخص مقابلمون رو و در حقیقت این رو به صورت سیال توی رابطمون دائم ادامه داشته باشه ولی این افراد قدرتی همچین چیزی رو ندارن به دیگران اجازه نزدیک شدن به خودشون رو نمیدن، برای اینکه نمیتونن. علتش ترس، علتش نگرانی، علتش اون صدماتی که در بچگی در نزدیکی اینها بهشون وارد اومده. از ابراز عشق و محبت کاملا بریان قادر نیستن، نمیتونن. محبتشون رو عشقشون رو به کسی بگن معنیش نیست که اون عشق رو ندارن معنیش نیست که اون محبت رو یه جایی ته قلبشون ندارن ولی قدرت بیانش رو ندارن چرا ندارن برای اینکه خفش کردن برای اینکه خوب بوده اون زمانی که این احساس بیرون اومده از طرف یه والد اون تحویل گرفته بشه درک بشه فهمیده بشه ولی نشده و نه تنها نشده اون حالت دوری و اجتنابی که این بچه ها احساس کردن تو ذهن اینها مونده برای همین تو بزرگسالی وقتی که توی رابطه عمیق رابطه عاطفی هستن نمیتونن این احساس رو بیرون بیارن براشون سخته به دلایل مختلف ازش تفره میرد اصلا دلایلی رو مطرح میکنن که برای منطقشون قابل قبوله که من نمیتونم به این فرد نزدیک شم من نمیتونم به این آدم احساسم رو بگم وقتی که توی کار تراپی با این افراد ما صحبت میکنیم به قدری براشون نزدیک شدن دردناکه به قدری توی فکرشون مواردی رو زنده میکنن یا به یاد میارن که اصلا میتونه از چشم و دید همسرشون کاملا متفاوت باشه ولی قدرت اینه که قبول بکنن حتی اگر بهشون گفته میشه که فرض بگیر این صحبتی که این برداشتی که تو از حرف من کردی یا این برداشتی که تو از حرکت من کردی متفاوت با اون چیزیه که تو داری حس میکنی نمیتونن قبول بکنن که اونی که حس کردن اون چیزی نبوده که دیدن یا شنیدن برای اینکه اینقدر اطمینان دارن به اون ترجمه هایی که خودشون از رفتار و گفتار آدم های دیگه میکنن اون ترجمه ها منطبق با یادگیری های اولیه امکان نداره کسی منو دوستم داشته باشه پس اگه تو به من داری میگی من دوست دارم لابد یه چیزی از من میخوای پشت فکرت یه چیز دیگه هست دروغ داری میگی تظاهر داری میکنی و چیزایی از این قبیل میتونید ببینید که چقدر این صحنه ها تو زندگی انسان ها میتونه سمی باشه و میتونه واقعا اذیتشون بکنه ام یکی دیگه از مشکلاتی که این افراد دارن اینه که وقتی که توی رابطهشون با یه نفر نزدیک هستن به دلیل عدم نزدیکی و به دلیل اینه که مرتب فکر میکنن هر مشکلی یا هر چیزی که پیش میاد غیر قابل حله برای اینکه نمیشه حلش کرد به راحتی یه راهی رو برای پایان اون رابطه پیدا میکنن و از اون رابطه میان بیرون اگر که اینو خدمتون به این شکل بگم که این افراد احتیاج به نزدیکی احساسی ندارن این رو از من قبول کنید ولی وقتی که میگم احتیاج به نزدیکی احساسی ندارن دلم میخواد مجسم بکنید یکی داری میگه یه نفری احتیاج به اکسیژن نداره یه نفری احتیاج به نفس کشیدن نداره میتونید تجسم بکنید که اون زندگی که اگر حتی بتونه به این شکل ادامه پیدا کنه چقدر زندگی خشکیه چقدر زندگی جدا از واقعیتیه. ولی متاسفانه این چیزی که براشون ادامه داره توی روابطشون اینی که بتونن به کسی اعتماد بکنن تقریبا غیر قابل امکانه یکی دیگه از چیزهایی که مرتب ما از این انسانها توی کار ترپی توی کار روان درمانی میشنویم و مرتب تکرار میکنه اصلا به خاطر اون شاید میان برای کار ترپی اینه که همسرم چسبیده به من منو ولم نمیکنه چرا؟ برای اینکه اون نزدیکی که ممکنه برای یه فردی یه نزدیکی نرمال عادی باشه از چشم این انسان چسبندگی و خفقان رو داره به یادشون میاره بریم به یک بخش دیگه نگاه کنیم و ببینیم که توی این بخش ما چی میبینیم چطوری با بچه هاشون اینا رفتار میکنن؟ خب ببینید این هم یکی دیگه از اون واقعیت هایی که ما باید خیلی بهش دقت کنیم چون توی بچگیمون این رو یاد گرفتیم آدم بزرگ شدیم حالا والدیم حالا بچه داریم بچه هایی داریم اگر بدونیم اگر این رو درک بکنیم که آن چیزی که به ما خورونده شده داریم به بچهمون میخورونیم و اگر برسیم به این مفهوم و به این واقعیت که داریم سم بهشون میدیم شاید بتونیم اون رو تغییرش بدیم ولی کسانی که یک همچین تجربه ای تو زندگیشون دارن و والدشون دست نیافتنی براشون بوده نمیتونن به عنوان یک والد دست یافتنی شده برای بچهشون باشن یعنی بچه های اونا هم نمیتونن به والدشون نزدیک بشن برای اینکه اون دیوارهایی که هست اون عدم قدرت در جذب عشق و علاقه جذب محبت با اینکه خیلی هم نیازمند و یا بروز اون به بیرون و دادن اون به کسی دیگه در حقیقت حالتی توی رابطهشون با بچه ها ایجاد میکنه که بچه رو دور میکنه بچه میدوه به سمت یک والد این چنینی ولی میبینه این دیوار رو انگار صورتش میخوره به سنگ یا سرش میخوره به دیوار و مجبور میشه برگرده پیغام های احساسی بچه هاشون رو نمیتونن بگیرن چون انگار اون آنتنای ظریفی که ما هممون هم اگه خدا بخواد داریم که احساس رو میتونیم بگیریم و اون رو تو خودمون تجزیه کنیم و حسش بکنیم توی این انسان ها کاملا از کار افتاده این افراد در انزوای روحی احساسی و بدون وابستگی به کسی در زندگیشون وجود دارن کاملا جدا و بدون وابستگی نزدیکی و انتیمیسی انتیم شدن براشون ناشناس پس میتونیم ببینیم که تو رفتارشون با بچه هاشون چه میکنند جالب اینجاست که اگر در مورد کودکی اینها سوال بشه معمولا کمتر خاطری دارن یا اینکه خاطراتی که دارن خیلی میدونید جمع جور شده و مختصر و تو یه کلام و خوب بوده بچگی که خوبی داشتیم نه همه چی خوب بوده نه مادرم خوب بوده پدر یعنی داستانی برای شما برای تعریف از کودکیشون کمتر اینها دارن گفتار اونها در مورد گذشته و کودکیشون همیشه به صورت کلی و به صورت جزئی نبوده در میتونیم ببینیم که رفتار این انسان ها ارتباط اینها با بچه هاشون به اگر به طور کامل کامل قطع نشده باشه دست کمی نداره دورن یک فاصله دور و غیر قابل دسترس. اون چی که برای این والدین مهمه این و بیرون میاد حالت انزوا و بدون وابستگی احساسی اون هست. باز میتونیم حدس بزنیم که کودکی که در چنین رابطه عاطفی با والدش داره بزرگ میشه چه چیزی رو چه شکل و فرم تعلق رو داره در خودش تعبیه میکنه درست همون عکس برگردون والدی که الان در کنارشه و اگر این سیل تسلسل ادامه پیدا بکنه و همچنان پیش بره و همچنان در حقیقت ما ببینیم و دیده بشه که از نسلی به نسل دیگه این تغییر نمیکنه میتونید حدس بزنید که آن چیزی که جامعه در حقیقت در آغوش خواهد گرفت در آینده چقدر معلوله و چقدر آسیب دیده است اگر موافق باشید میخوام باز دعوتتون کنم به یک کلیپ کوتاه دیگه نگاه بکنیم و اون کلیپ رو که دیدیم من به ادامه صحبت هم خواهم پرداخت در رابطه با یه مقداری که راهکار بهتون نشون بدم که اگر دوچار یک همچین تعلقی هستید چه کار باید بکنیم تا چند دقیقه دیگه باز برمیگردم خدمتتون و به ادامه برنامه خواهم پرداخت با ما باشید عزیز Many people feel very anxious in their relationship because their partner avoids emotional intimacy. Despite how frustrating the avoidant partner may appear, not everything can be blamed on them. Any relationship comprises a dynamic between two individuals. And in the context of both partners, problems within the relationship have to be examined. People who take an avoidant stance in relationships, if sufficiently motivated and with their partner's help, can become more open to greater intimacy, communication, and closeness. Here are the lists that can help dealing with an avoidant partner. Number 1. Give them plenty of space. If they need to withdraw, then let them. If you pursue people who need space, they will likely run even faster or turn and fight. So, if avoidant partners withdraw, allow them. Letting them go temporarily may be painful, but it is likely that pursuing them will take even longer before they come back. People with avoidant attachment have often normalized being independent, alone, and isolated. They may take some pride in this because it's become their reality, and it's the way they find power in it. Number two, don't take it personally. This isn't about you. Avoidant partners seek distance out of self protection. They are afraid of losing themselves. Again, this isn't about you. You don't have to take it on if an avoidant partner seems too critical of you. Remember, your partner, too, is probably self critical. Self protective behaviors can keep interactions feeling superficial. This isn't because avoidant folks don't want connection, it's because connection is terrifying for them. The times they may have connected in the past might have been painful for them, and risking that pain again doesn't feel like an option. Number 3. Instead of complaining about what you do not want, ask what you want. Complaints, in disguise, are desires and longings. Few of us like it when someone complained about us. When someone we care about voices what they desire, most of us become more responsive. Number 4. Offer understanding. In relationships, one quality often in short supply is listening. Be open to hearing about the feelings and problems of your partners. However, they are expressed. Be compassionate and kind. Listen to understand a problem, not to fix it. Number five Compromise. Compromise can be very important. In relationships, there must be compromises. Good compromises help you and your partner grow together as a team. They foster trust, accountability, consistency, and security in your relationship. Number 6. Be dependable and reliable. Avoidant partners expect to be disappointed. That makes it more important that you do what you've promised. Don't make promises that you can't keep. Number 7. Set healthy boundaries and tell your partner what you need and what you won't tolerate. Let your partner know you expect to be respected. Tell your partner what you need and what you won't tolerate. Love does not mean accepting dysfunctional behavior. Number eight, respect your differences. Recognize that your partner's pace may be slower than yours, but that does not necessarily mean your partner does not want to be with you. Number nine. Acknowledge that both of you may have unrealistic fantasies. Your avoidant partner may have a fantasy of a perfect mate who meets all of his or her needs. You might have a fantasy of a perfect relationship in which you never feel disappointed or lonely. Fantasy is not realistic either. Number 10. Be mindful of how you express strong emotions with your partner. You have to be able to convey your feelings and wishes to your partner. But intensely delivered emotional expressions often overwhelm avoidant partner. Because they can withdraw or shut down, they can't hear your message. If you convey your feelings honestly and openly, but in a moderate tone, you are more likely to be heard. Number 11. Do not try to change your partner or rescue him. It is fruitless to try to alter somebody's basic attachment style. It may, however, be that an avoidant partner can become more willing to risk intimacy and closeness over time in a safe relationship. Number 12. Connection and Intense. Emotions actually trigger the fight, freeze part of their brains. When they witness their partner having a big emotion, or when intimacy increases in a relationship, it can trigger a fight or their brain freezes. They learned that big feelings meant something was wrong because big feelings weren't allowed. Number 13. Recognize limitations. Avoidant partners may need more personal time and take more distance than you might like. That may never change. No partner is perfect. Number 14. Give plenty of space. When things are going well and you feel your partner coming closer, it may be tempting to open the floodgates and voice all your pent up desires for closeness. You may worry that the open door could close at any moment and seek to say everything you have stored up while you can. However, this is often counterproductive. Instead, enjoy your partner's efforts to get close without overwhelming the moment. Number 15. Don't get stuck in rigid roles. If an avoidant partner is always the one distancing or seeking independence, and you are always seeking closeness, you can become trapped in those roles. There are probably times when you desire independence and space, just as there are times avoidant partners desire closeness. Number 16. They still have feelings, they love people. There is a part of them that desperately wants to connect in a deeper way. However, because of early relationships, cultural, or familial beliefs, or, general lack of emotional resonance, or reciprocity from the important attachment figures in their lives. People with the avoidance style are terrified of connecting. They may have put themselves out there to connect previously and were shut down emotionally, reinforcing the idea that being expressive and open is unsafe. Number 17. People with an avoidance style have a more difficult time naming feelings. In their upbringing, they may have internalized the belief that their feelings were not welcome. So they learned how to operate in the world by compartmentalizing their emotions and spending more time in their minds. Sometimes they even have a difficult time recognizing they have feelings. <laughs> از نوع avoidant attachment که در بزرگسالی گفتیم میشه dismissing or dismissive کسانی که در حقیقت دوری میجویند و نمیتونن نزدیک بشن ببینیم راهکارامون چیه اگر که یه همشین تعلق ناامنی در ما هست آیا چاره ای براش هست یا نه اون اینی که بگیم چاره هست خب به احتمال خیلی زیاد چاره هست چاره هست چرا برای خاطر اینکه ما میتونیم اون یادگیری های اولیه اون چیزهایی رو که در زمانی که خب بیشتر از اون نمیدونستیم به ما دادن رو عوض بکنیم و عوض کردن اونها در حقیقت قدم مهمیه که ما باید تصمیم برای عوض کردنش بگیریم هیچکس این کار بر ما نمیتونه انجام بده کسانی هستند که میتونن به ما کمک بکنن ولی اگر ما نخواهیم یا تصمیم برای یک چنین عوض کردنی نگیریم هیچ کسی نمیتونه رو در ما عوض کنه این چیز مسلمه ولی اگر خواستیم عوض بکنیم اگر رسیدیم به یه جایی که احساس کردیم دور من دیواره با آدما نمیتونم نزدیک بشم با بچه هم نمیتونم نزدیک بشم با همسرم هم نمیتونم نزدیک بشم تو محل کارم همه یه جورای دورن از من یا اصلا من دورم از دیگران و این برامون یه سوال شد این برامون شد جایی که ما رفتیم سراغ خودم از خودمون پرسیدیم چرا چرا این اتفاق داره میفته و نرفتیم غرق این مطلب بشیم که به این, به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل این اتفاق داره میفته چون ببینید همیشه مغز ما قادر دلایلی پیدا کنه که توجیه کنه اون چیزی رو که ما احساسا به صورت کاملا ناخودآگاه داریم در حقیقت در خودمون تعبیه کردیم و داریم پیش ببریم این حالات اگر از چشم ما شناخته بشه برای کمک, کر... کمک گرفتن راه هست حالا چه راهی رو میتونیم بریم قدم اول اینه که بریم سراغ اینه که بتونیم خودمون رو در درجه اول در نوع تعلقی که قرار گرفتیم بشناسیم من ظرف این چند هفته بسیار راجع به انواع تعلق در کودکی در بزرگسالی صحبت کردم بشناسیم خودمون رو ببینیم کدومی که از این ضوابطی که الان راجبش گفته شده به ما میخوره به ما نزدیکتره بیشتر ما رو در حقیقت داره توجیه میکنه اولش اونه پس آگاهی بعد برسیم به اینی که از خودمون سوال بکنیم آیا در رابطه با کسی ما اصلا نزدیک هستیم آیا کسی به ما نزدیک هست یا نه خب سوال اول رو فهمیدیم سوال دوم هم اینو از خودمون بکنیم توجیه هم نکنیم که نه به این دلیل به این دلیل به این دلیل بریم سراغش بعد نگاه بکنیم به اینی که در من به عنوان یک انسان چه نوع احساساتی به چشم میخوره آیا میشناسم احساساتم رو آیا خودم رو به عنوان یک انسان احساسی میتونم ببینم نریم پشت اون دیوارهای قوی و کلفتی که دور خودمون کشیدیم قایم بشیم که اون احساس ظریفمون رو کسی حس نکنه حتی خودمون حس نکنیم و از من قبول کنید که ما خودمون خیلی وقت اون رو حس نمی ولی وقتی که حس نمی کنیم خودمون رو عوض کنیم اول از همه از خودمون بپرسیم آیا من انسانم؟ یس، بله، انسانم انسانی هستم که فقط با منطق دارم زندگی میکنم. یا احساسی هستم انسانی هستم که یه خورده از احساسم هم من میتونم بیارم اصلا حس میکنم اگر رسیدیم به این جواب که باید در وجود من حسی باشه باید در وجود من احساساتی باشه و اون احساسات هیچ وقت تجلی نمیکنه اون موقع از خودم سوال کنم چجوری میتونم کمک بگیرم درک احساساتمون درک اینی که ما به عنوان یک انسان قرار نیست مثل یک مثلا فرض کنید کامپیوتر رفتار بکنیم فقط منطق باشه همه چیمون که منطق خیلی چیز مهمی من منکرش نیستم نمیخوام بگم بده ولی اگر همه زندگی من تبدیل شده و به یه سری فرمول هایی که دارم هر روز دارم تکرار میکنم بدون اینکه ذره ای توش احساسم وارد بشه بریم سراغ کمک بریم سراغ کسانی که میتونن توی یک همچین جاهایی دست ما رو بگیرن کمکمون کنن یه تراپیست خوب میتونه این کارو بکنه به خودمون این اجازه رو بدیم که تقاضای کمک بکنیم به خودمون این اجازه رو بدیم که بریم اون دانش و آموخته کودکیمون رو که از کسانی که بهتر از اون نمیدونستن گرفتیم عوض بکنیم عوض بکنیم برسونیم خودمون رو به اون جایی که قادریم اون رو عوض بکنیم کمک بگیریم حس بکنیم خودمون رو و این رو هم خدمتتون بگم برای اینکه ما بتونیم اون تغییرات رو انجام بدیم احتیاج داریم صبور باشیم احتیاج داریم قدری به مسائلی که مطرح میشه تو زندگی ترپیم، تو زندگیمون با فردی که فرض کن ترپیست ماست داریم باش حرف میزنیم زمان بدیم چون خیلی از مسائل زندگی ما به صورت ناخداگاه پوشیده و خفته باقی میمونه و تا وقتی که اون اعتماد توی رابطه آروم آروم ایجاد نشه ما در اون دنیای به قول معروف بسیار ناخداگاه خودمون رو نمیتونیم باز کنیم و اون بیرون نمیاد پس زمان بدیم صبور باشیم با خودمون مهربون باشیم تا اینکه بتونیم کمک بگیریم و این ناهنجاری رو در وجود خودمون تا یه حد زیادی از بین ببریم و تبدیلش بکنیم به یک تعلقی که به درد زندگیمون میخوره تعلق امنی که میتونه برای ما عشق و محبت و نزدیکی ها رو بیشتر ولکام کنه بیشتر خیر مقدم بگه بیشتر به قول معروف اجازه دخول بده دوستان به پایان برنامه امروز هم رسیدم و از اینه که تا این لحظه همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان ممنون و سپاس گذارم دعوتتون میکنم در هفته آینده با ما باشید که به یکی دیگه از برنامه یکی دیگه از انواع تعلق ناامن میخوام در بزرگسالی اشاره بکنم و امیدوارم که مجموعه این چند هفته در رابطه با آنچه که در کودکی به ما معرفی شده و در زندگی بزرگسالیمون داره بیرون میاد براتون مفید بوده از همکاری دوستانم در اتاق فرمان ماکان رضا و علی عزیز همیشه متشکر و ممنونم و از اینی که شما عزیزان تا این لحظه با ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاس گذارم خدا نگهدار با امید دیدارتون هفته آینده